از تهران تا تهرون، روستایی که پایتخت ایران شد. خیابان حافظ، دهه 30 خورشیدی. تهران در گذشته از روستاهای ری بوده و ری که در تقاطع محورهای قم، خراسان، مازندران، قزوین، گیلان و ساوه واقع شده. به سبب مرکزیت مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و مذهبی از قدیم مورد توجه بوده است. مدعیان همواره این مرکز راهبردی را مورد تهاجم و حمله قرار می دادند. خیابان انقلاب 1326 خورشیدی. روستای تهران به واسطه برخورداری از مغاک‌ها و حفره‌های زیرزمینی و مواضع طبیعی فراوان و دشواری نفوذ در آنها، پناهگاه خوبی برای دولت مردان و دیگر اشخاصی بوده که احتمالاً مورد تعقیب مدعیان قرار داشتند. با آگاهی این تاریخچه، در زمان جمهوری اسلامی به نام خیابان انقلاب معروف شده. آبرسانی در تهران قدیم. تهران در برابر حمله افغانها یعنی پشتونها ایستادگی زیادی کرد و به همین خاطر آنها پس از تصرف تهران آن را ویران کردند و باغها و تاکستانهایش را از بین بردند. آبرسانی در تهران قدیم به محله‌های مختلف. در زمان نادرشاه تهران دوباره نام و نشانی یافت. در همین شهر بود که نادرشاه رهبران بزرگ شیعه و سنی را گرد هم آورد و پیشنهاد اتحاد اسلامی و رفع اختلاف ها را به آنها داد. عبور و مرور درشگه ها در تهران. اگرچه در آثار مکتوب کهن از تهران پیش از اسلام نام برده نشده است، اما حفاری های باستانشناسی 1321 خورشیدی در روستای دروس شمیران نشان می دهد که در این ناحیه در هزاره دوم پیش از میلاد مردمی متمدن زندگی می کردند. میدان توپخانه 1330 خورشیدی. تهران در قدیم روستایی نسبتاً بزرگ بود که بین شهر بزرگ و معروف آن زمان شهر ری و کوه پایه‌های البرز قرار داشت. پس از حمله مغولان به ری و تخریب این شهر، تهران بیش از پیش رشد یافت. رقص بلوچ‌ها در کاخ گلستان. در دوره شاه عباس اول پل، کاخ و کاروانسراهای زیادی در تهران بنا شد. در بخش شمالی برج و باروی شاه طهماسب، چهارباغ و چنارستان ساخته شد که بعدها دورش را دیواری کشیدند و به صورت کاخ یعنی کاخ گلستان و مقر حکومتی درآوردند. میدان توپخانه 1330 خورشیدی. تهران قدیم از چهار محله تشکیل شده بود به نامهای سنگلج، ادلاجان یا ادلاجان، بازار و چاله میدان. در زمان ناصرالدین شاه قاجار چندین محله تازه در تهران ساخته شد به نامهای ارگ، چاله حصار، خانیاباد،
قنات‌آباد، پاچنار، پامنار، گارماشین، گود زنبورکخانه، صابون پزخانه، گود عرب‌ها و دروازه قزوین. طولانی ترین خیابان خاورمیانه، خیابان پهلوی ولیعصر، طولانی ترین خیابان ایران و همچنین طولانی ترین خیابان در خاورمیانه است که در سالهای نخست پادشاهی رضاشاه پهلوی ساخته شده است. درازای آن بیش از 18 کیلومتر است که از میدان راه آهن تهران آغاز و به میدان تجریش در منطقه شمیرانات پایان می‌یابد. این خیابان 11,000 چنار در دو سوی خود دارد. ماشین دودی تا مترو. سابقه تلاش برای احداث قطار شهری در تهران به 110 سال قبل باز می‌گردد. در عهد ناصرالدین شاه یک خط آهن روزمینی بین دروازه شهری ری یا حضرت عبدالعظیم و میدان باغ شاه با نام معروف ماشین دودی ساخته شد. این عکس مربوط به سراح امین حضور می باشد. حمل و نقل در تهران جدید. متروی تهران در 9 خط طراحی شده، اما در حال حاضر 4 خط آن فعال است. چند ماه پیش بارندگی موجب شد که به متروی تهران خسارات زیادی وارد شود. ترافیک در تهران. جمعیت زیاد تهران و رفت آمد انبوه خودروها منجر به تبدیل شدن خیابان‌ها به پارکینگ و ایجاد راهبندان‌های متعدد و شدید در این شهر شده است که به دلیل آلایش شدید هوا، اتلاف وقت و فشار اقتصادی بر شهروندان بحران تلقی می‌شود. عکس مربوط به خیابان استانبول سال 1328 می‌باشد. آلودگی هوا. آلودگی هوا در شهر تهران عمدتاً مصنوعی و ناشی از فعالیت وسایل نقلیه است که سهمی 80% در آلودگی هوای شهر دارند و تولید کننده گازهای سمی دیوکسید نیتروژن و مونوکسید کربن هستند. آلودگی صوتی. تهران آلوده ترین شهر جهان از نظر آلودگی صوتی است. یکی از منابع اصلی آلودگی صوتی در تهران صدای اگزوز موتورسیکلت ها است که 25% آلودگی صوتی شهر را تشکیل می دهد. تعداد موتورها در نقاط مرکزی شهر به مراتب بیشتر است. مشکلات فاضلاب شهری. آلودگی آبهای زیرزمین تهران یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی این شهر است. تهران از نظر سیستم فاضلاب در بین شهرهای جهان در بین 10 شهر آخر جدول قرار دارد. نبود سامانه دفع فاضلاب در شهر تهران جزء اصلی ترین مشکلات زیست محیطی این شهر قلمداد می شود. پایتخت. شهر تهران علاوه بر اینکه مرکز سیاسی کشور است، مرکز استان تهران و شهرستان تهران نیز به شمار می رود. مهمترین نهادهای دولتی و قضایی شامل وزارتخانه ها،
مجلس شورای اسلامی و و و در آن واقع شدند. عکس مربوط به اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 می باشد. پلاسکو. ساختمان پلاسکو، دومین بنای بلند و دارای آسانسور در ایران و نخستین بنای بلند دارای اسکلت فلزی بوده که در چهارراه استانبول تهران واقع است. این ساختمان 16 طبقه در سالهای 1339 تا 1341 توسط مهندسان اسرائیلی ساخته شد. مساحت کل زیربنای ساختمان 29,000 متر مربع است. شهیاد یا آزادی. برج شهیاد یکی از نمادهای شهر تهران است که در سال 1349 خورشیدی توسط حسین امانت با نام برج شهیاد، شهیاد آریامهر، برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران طراحی و ساخته شد. این برج پس از انقلاب 1357 به نام برج آزادی تغییر نام پیدا کرد. نماد تازه برای تهران. برج میلاد در شمال غربی تهران قرار دارد. این برج با ارتفاع 435 متر بلندترین برج ایران و ششمین برج بلند مخابراتی جهان و بیستمین سازه بلند نامتکی جهان است. این برج با 13,000 متر زیربنا از نظر وسعت کاربری سازه رأس برج در میان تمامی برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد. این برج کم کم در حال تبدیل شدن به نماد تهران است. گزارشی بود تصویری نوشتاری از دویچه وله آلمان.